رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی منزوی شده و این انزوا تا زمانی که به برجام بازگردد ادامه خواهد داشت. سلام، من رضا اکرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت ایران منزوی شده و این انزوا تا زمانی که تهران به برجام بازگردد ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل با اشاره به افزایش غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو خواهان بازگرداندن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد. در دیدگاه همراه با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان اثرات سفر بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی بر پرونده هسته ایران را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا طرح بایدن برای به انزوا کشاندن ایران و چنین فشارهایی می‌تواند ایران را به برجام بازگرداند؟ آقای صدزاده سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به دیدگاه. در مورد سفر بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی برامون بگین، این سفر چه تأثیری بر پرونده هسته‌ای ایران میذاره؟ من فکر کنم در مورد مسئله هسته‌ای ایران در حقیقت تعیین کننده هست، چون به هر حال همونطور که میدونید مذاکرات دوحه به شکست انجام میده. عربستان همیشه نگران بوده نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و الان که داره بایدن به منطقه سفر میکنه، یکی از مسائل اساسی که حتما با عربستان سعودی، نه تنها با عربستان سعودی بلکه با دیگر کشورهای منطقه مورد بحث قرار خواهد گرفت، نگرانیشون از مسئله هسته ایران و حتما از بایدن و دستگاه دیپلماسی آمریکا میپرسن که چه برنامه‌ای برای مقابله با برنامه هسته ایران دارن، که ما اطلاعی نداریم برنامه دقیقی رو که دارن، ولی به هر حال بایدن بایستی به عربستان و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس این اطمینان رو بده که به هر حال از اتمی شدن ایران جلوگیری خواهد کرد و این مسئله است که حتی قبل از رفتنش به عربستان سعودی بارها تکرار کرده و علاوه بر این که توی این برنامه کشورهای دیگری هم در نظر گرفته شدن، این تضمین رو نه تنها باید به عربستان سعودی یا که کشورهای خلیج فارس بده، بلکه تقریبا به تمام کشورهای عربی منطقه و به خصوص اسرائیل. همونطور که میدونید اسرائیل فشار میاره که یا به این برجام به این صورت برنگردن و یا اگر میخوان برگردن باید یه مکانیزمی حتما تهیه بشه که ایران به هیچ وجه نتونه به حد معینی از غنی سازی رسیده بشه. به همین علت این مسافرت بدون این که بایدن پاسخی داشته باشه راجع به برخورد قاطع به برنامه هسته ایران، این سفر بعقیده من پایانی نخواهد داشت. ولی به هر حال برای این مسئله حتما پاسخی داره. اینکه حالا طرف‌ها رو قانع می‌کنه یا نمی‌کنه این بحث دیگری است. ممنونم، متشکرم. خب این طرح بایدن برای به انزوا کشوندن ایران چیه و به چه شکل می‌خواد اونو دنبال بکنه؟ بایدن در حقیقت فقط مثل این که برای ایران به منطقه میره. قبل از رسیدن به ریاست جمهوری مشکلاتی داشت با عربستان سعودی، موانعی در راهش بود و خودش هم این موانع رو ایجاد کرده بود. یعنی صراحتاً در مبارزات انتخاباتیش از بن سلمان انتقاد صریح کرد، صراحتاً از قتل خاشقجی انتقاد کرد و تصمیم داشت که از سیاستی که ترامپ اتخاذ کرده بود، خیلی به صورت نمایشی در کنار بن سلمان قرار گرفته بود، بعد به خاطر دارید که حتی در اون جلسه رقاصی شرکت کرد و نشون داد که چقدر رابطه ترامپ یا رابطه آمریکا با عربستان سعودی تنگاتنگه و هیچ ابایی هم نداشت که بهش انتقاد بگیرن که به هر حال مسائل دیگر حقوق بشری و غیره چی میشه به عربستان سعودی. ترامپ صراحتاً اعلام میکرد که عربستان برای ما خیلی مهمه، ما میخوایم اسلحه بفروشیم و غیرسلاحاست و این سیاست ترامپ در مورد عربستان مورد انتقاد شدید بایدن قرار گرفت که ما با این سیاست در خاورمیانه و با این نحوه برخورد به عربستان سعودی و چشم پوشی از روی قتل خاشقجی عملا خودمون رو در منطقه بی‌اعتبار کردیم. بنابراین ما بایستی که عوض کنیم سیاستمون نسبت به عربستان سعودی یا یک راه دیگری در پیش بگیریم. بعد همونطور که میدونید خیلی صراحتا منتقد جنگ یمن بود، میگفتش که عربستان سعودی بایستی جنگ یمن رو تمام بکنه، این بمباران ها رو پایان بده، این نگرانی ها و وضعی که در یمن به وجود اومد
اومده رو به پایان ببره. ولی به هر حال پس از این حوادثی که در جهان اتفاق افتاده که جنگ اوکراینی یکی از اونها هست و مسئله به سرانجام نرسیدن مسئله اتمی ایرانی هم یکی دیگر هست، باعث شده که اون نحوه برخورد آقای بایدن به مسئله عربستان اصلا عوض بشه و سعی هم میکنه که اولا اون مسئله خاشقچی رو تا حدودی به فراموشی بسپاره و همونطور که میدونید قبل از مسافرتش بارها توضیح داده، هم شفاهی هم اخیراً کتبی در روزنامه واشنگتن پست خودش مقاله نوشته و توضیح داده که چرا داره به اونجا میره. دو مسئله در مورد مسئله یمن هم تا حدودی موفق شده که با کمک عربستان سعودی، با کمک سازمان ملل متحد و حتی با کمک انگلستان یک آتش‌بسی در یمن برپا کنه که این آتش‌بس فعلا جنگ یمن رو به طور موقتی به پایان برده. حوثی‌ها ظاهراً پایبندن به این آتش‌بس و امید این هست که این آتش بس که روزی حتی به صلح بی انجام ببینید که چنین خواهد شد نه یا نه نمیدونم. همه این کارها رو داره انجام میده در ارتباط با ایران، چون میگه که اولویت ها عوض شده با این که به خصوص پس از این که به دورنمایی از به اصطلاح موفقیت در برنامه مذاکرات با ایران در مورد هستی وجود نداره و ایران هم به هر حال تهدیدی هست برای کشورهای منطقه، سیاست اصلیش رو در این مسافرت برای در مورد ایران گذاشته و اون این که تصمیم داره که در عربستان سعودی کنفرانس بسیار بزرگی برگزار بکنه. تو این کنفرانس تنها کشورهای خلیج فارس به تنهایی نخواهند بود، بلکه مصر و اردن و عراق هم در اون شرکت میکنن و این کنفرانس یک مسئله اصلی داره و همونطور گفتم ایرانه. البته دو تا مسئله دیگه هم هست، یکی مسئله نبودن غلات در خیلی از این کشورها پس از جنگ اوکراین، چون همونطور که میدونید مصر خیلی وابسته هست به واردات گندم از عراق، راجع به اون باید راه حلی پیدا بکنن، و راجع به مسئله انرژی که آیا میتونن عربستان سعودی و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه رو ترغیب بکنن که نفت بیشتری صادر کنن. ولی همطوری گفتم مسئله اصلی ایرانه. بله خب اسرائیل کجا این داستان قرار داره؟ لاپید گفته آزادی عمل اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران محفوظه. این به چه معنیه؟ چقدر ممکنه اسرائیل بر علیه برنامه هسته‌ای ایران مستقلا بخواد اقدام بکنه؟ اسرائیل مستقلاً همین اعلام عمل نخواهد کرد. اسرائیل یه امکانات دیگری داره. اسرائیل در این لااقل 10 سال گذشته نشون داده که خودش امکاناتی داره که به تنهایی دست به نوع عملیات ایزایی بزنه علیه برنامه هسته ایران که این برنامه رو سالها به تعویق میندازه. شما فقط به برنامه استاسنکس توجه بکنید، اون برنامه یه که با ویروس کامپیوتری وارد کامپیوترهای ایران شد و مسئله سانتریفیوژها رو 2 سال بعضی از متخصصین میگن به عقب انداخت. شما نگاه بکنید به کشتن این متخصصین اتمی ایران، چه فخریزاده چه دیگر دانشمندان هستی، یا نگاه بکنید به بردن اسناد هستی ایران از اون انبار ترمزآباد در جنوب تهران که اون واقعا یک داستان بسیار بسیار عجیبی است که چگونه اسرائیل موفق شده که چنین اسنادی که شاید در ایران حتی 10 نفر هم از حضورش اطلاع نداشتن، چون به هر حال اینو بخش نظامی اتمی ایران بوده که قرار بوده از افکار همه جهان پنهان بشه، حتی من فکر میکنم رؤسای جمهور هم ازش اطلاع نداشتن، چطور موفق میشه اسرائیل از این ترمزآباد مطلع بشه، نه تنها مطلع بشه بلکه نگهبانی شب اون شب خاص اون ترمزآباد رو هم طوری به اصطلاح برنامه ریزی بکنه که بدون یک قطره خون ریزی وارد اونجا بشه، یک کامیونی پر از این اسناد رو بار کنه با خودش ببره و بعد هم در جلسه سازمان ملل متحد مطرح. میخوام بگم که امکانات امنیتی اسرائیل انقدر وسیع هست که خودش وسائلی داره برای جلوگیری از برنامه ایران، ولی برنامه هسته ایران، ولی در این حال میخواد از آمریکا هم که یه تضمینی بهش بده و آمریکا هم کم یا بیش بهش تضمین رو داده، بهش دست آزادی عمل رو داده و همین حالت هم گفتی که این آزادی عمل رو کم به سابق برای خودش محفوظ میدونه. آیا همونطور که اسرائیل میگه افزایش غنیسازی توی فوردو میتونه باعث بازگردوندن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت بشه و اینکه توی چنین شرایطی فکر میکنید این فشارها میتونه ایران رو به برجام برگردونه؟
نمیدونیم، یعنی واقعا نمیدونیم، چون به هر حال شرایطی که امروز در جامعه ایران میگذره شرایط صبر و انتظار عجیبیه، یعنی تمام جامعه در پی این هست که تصمیمات عجیبی بگیرن حاکمین ایران، چون اون چیزی رو که آقای بایدن در ارتباط با ایران تصمیم داره ظاهرا میخواد که نیروی سامانه ضد هوایی اسرائیل اون گنبد آهنین رو در اون کنفرانسی که توضیح دادم به کشورهای عربی بقبولونه، که کشورهای عربی برای رفع نگرانیشون همه بیان زیر چتر دفاع هوایی آمریکا و اسرائیل. و اگر چنین بشه اصولا دیگه مسئله راکتی و ایران بلا موضوع میشه. به همین علت هست که من فکر میکنم که ایران نگران این کنفرانس هست و نگران این هست که برای این باید یه راه حلی پیدا کنه. اینه که حالا برنامه اتمی ایران به شورای امنیت میره و ایران دست به چه کارهایی میزنه، این رو ما الان نمیتونیم بگیم، باید منتظر باشیم نتیجه مسافرت بایدن به خاورمیانه که معین شد و مسئله ریاض که حل شد، اون وقت میتونیم توضیح بدیم که برنامه بعدی ایران چه خواهد بود، برنامه بعدی آمریکا چه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. من رضا اکبرانیان، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از شما تشکر می‌کنم.